سلام مردم خبری های عزیز، خوش اومدید به بخش خبرهای اقتصادی ساعت 12. این چهره آقای رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن گفته که یک زنجیره از تأمین مالی برای بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا پایان تابستان در نظر گرفته شده تا احتمالاً 20-30% قیمت مسکن تا پایان تابستان کاهش پیدا بکنه. حالا البته با توجه که افزایش قیمت زیادی تا به حال وجود داشته معلوم نیستش که حالا این صحبت که ایشون کرده تا پایان تابستان تا چه حد بتونه انجام بشه. خب خبر دیگر این که بانک جهانی گزارشی رو اعلام کرده، نهاد بین‌المللی اقتصادی، و پیش بینی کرده که تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در سال آینده تخلیه بشه و فروکش بکنه، اثر تحریم‌ها آب بره و از بین بره و در سال آینده میلادی رشد اقتصاد ایران بیشتر بشه و از رکود در بیاد. اونطور که بانک جهانی اعلام کرده، رشد اقتصادی امسال ایران منفی 4.5% بوده که در سال آینده به 0.9% میتونه که افزایش پیدا بکنه. خب آمارهای بانک جهانی میبینید که با اون آمارهایی که مثلا دولت از رشد 8% و یه چیزای فراتر صحبت میکرد، خب خیلی متفاوته. خبر دیگری که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرده که با تولید انبوه بدنه کارت‌های ملی هوشمند ما آمادگی خواهیم داشت که این کار از سوی چاپخانه دولتی اگر انجام بشه اینها رو در اختیار متقاضیان قرار بدیم و تا اون زمان فعلا این کار انجام نمیشه. خب خبر بعدی این هستش که در رابطه با درباره خودرو، با توجه که از اول امسال خیلی خودرو در حقیقت افزایش قیمت داشته و وضعیت بسیار بی سر و سامانی داشته و سرسام آور، اما گویا حالا اونجوری که کارشناسان میگن و همچنین در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر به صورت روزانه کاهش قیمت انجام شده، با توجه که قدرت خریدی هم وجود نداشته، حالا گفته میشه که در روزهای آینده کارشناسان میگن که این روند کاهش قیمت خودرو ادامه داشته باشه. البته اینقدر مثل بازار مسکن، بازار خودرو هم جوریه، اینقدر قیمت ها بالا رفته که حالا کاهش قیمت ها شاید زیاد تاثیر خاصی نداشته باشه. خب خبر دیگری که وجود داره قیمت سیب زمینی به مرز 10,000 تومان رسید. دستشون درد نکنه، قیمت سیب زمینی اونجور که اعلام شده، خب در میادین مرکزی میوه تربار که از 4-6,000 تومانه، در میادین میوه تربار شهرداری و همچنین بیرون در خرده فروشی ها از 6-9,000 تومانه، در میادین میوه تربار 6,000 تومان فروخته میشه، در خرده فروشی ها در سطح شهر هم اونجوری که مشاهدات میدانی خبرنگاران وجود داشته 8,000 تومان، 9,000 تومان اینا هستش و حتی فروشگاه های اینترنتی که 9,800 با تخفیف 9,300. درباره سیب زمینی داریم صحبت میکنیم و در حالی که رسانه وابسته به حکومت، دولت اعلام کرده که رسانه وابسته به دولت گفته که این سیب زمینی بالاتر از 5,000 تومان نیستش، در حالی که مشاهدات میدانی مردم چیز دیگری رو نشون میده و تا مرز 10,000 تومان هم دیده شده. هیچ حساب کتابی وجود نداره، هیچ نظارتی وجود نداره، همونطور که تصاویرش هم دیدید، و حالا گفته شده که عمده دلیلش هم صادراته. رئیس انجمن ملی سیب زمینی هم اعلام کرده که با پایان برداشت سیب زمینی در گرگان و اصفهان سیب زمینی بیشتری به بازار میاد و این قیمت ها متعادل میشه و کم بشه. حالا در مجموع این وضعیتی که وجود داره. خب اما شرایط معافیت اون فعالان اقتصادی و کارفرمایانی که بر طبق آیین‌نامه طرح کارورزی فارغ التحصیلان
جویای کار به این افراد کار بدن و اونها رو شاغل کنن طبق نامه که تصویب نامه هیئت وزیران بوده، وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی، سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور که از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده. آیین نامه ماده 71 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی هست که ملاحظه می‌فرمایید بر این اساس آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم امضا کرده. خب بریم سراغ خبر بعدی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب و بازنشر داشته. سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کرده و کاربران شبکه‌های اجتماعی اون چیزی رو که خیلی براشون جالب توجه بوده، قرارداد 10 میلیارد تومانی با سازمان بهشت زهرا برای مداحی و تلقین میت. اونجوری که این قضیه منتشر شده، برای مداحی، تلقین میت، سیستم صوتی اکو، چادر، میز، صندلی و از این تشریفات یک قرارداد 10 میلیارد تومانی با یک کارفرما، با یک پیمانکار منتشر شده که منعقد شده، که خلاصه اینم داستانی که وجود داره. خب بریم برای خبر بعدی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مرتوجه قرار گرفته. اونجوری که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران گفته که ساعت کار ادارات فعلا در تهران تغییری نمی‌کنه. استان‌های مازندران، هرمزگان و بوشهر در این باره در اولویت هستند که کار انجام بدن. از طرف دیگه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران هم گفته بود که این در ادارات صورت نمیگیره فعلا در تهران، اما خب شهرک های صنعتی رو گفتن که به خاطر کسری آب و برق و اینها میتونه در واقع ممکنه که تقسیم کار صورت بگیره در طول هفته و به پنج شنبه و جمعه کارشون مکول بشه، تقسیم بکنن و بازم حالا نزدیک تابستون داریم میشیم و بازم ادعاهای کسری آب و برق و این داستان ها. و خبر آخر، یک عضو بنگاه‌های املاک، مشاوران املاک کرمان اعلام کرده که کانکس نشینی یک پدیده جدید در کرمان، با توجه به اینکه مردم حتی توان پرداخت اجاره مسکن رو ندارند و از طرفی به دنبال اجاره کردن زمین برای کانکس و چادر هستند تا کانکس نشینی و چادر نشینی رو داشته باشن. چادر نشینی که میگیم میریم به خیلی قدیم ها و متاسفانه این پدیده ایست که گفته در کرمان وجود داشته. خبری که به وجود اومده، خبری که در ایسنا منتشر شده و البته در کرمانشاه و پلدختر هم متاسفانه این پدیده رو دیدیم و آقایون کلاهشون رو بالاتر بذارن. این خبر با هشتگ علا برکت الله منتشر شده، مردم به کانکس نشینی و چادر نشینی رو آوردن. روز روزگارتون خوش، با تلویزیون اینترنتی مردم خبر همراه بمانید.